رئیس جمهور افغانستان آقای اشرف غنی، از خدا بترس، از خدا بترس، عذاب خدا خیلی سخته. والله قسم به اون روزی که صدای لمن الملک دهد شاهان را، اون لحظه ای که گفته شد لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، اون روز پادشاهی به درد تو نمیخوره. دختر افغان رقاصه میشه، دختر افغان به بیراهه کشانده میشه، دختر افغان اگر بی حجاب میشه، دختر افغان اگر بی عزت و بی عفت میشه، خدا از تو پرسان میکنه. رئیس جمهوری، مسئولیت عظیم و بزرگ به دوش توست، خدا از تو پرسان میکنه. قبل از اینکه من به برنامه بیام وارد استادیو و سال حق باشم، خیلی خبر دلخراش به من رسید. رئیس جمهور، جواب خدا رو چی میدی به پیشگاه الله سبحانه و تعالی؟ از یک طرف دختر مسلمان رقاصه میشه، خواننده میشه، از خدا فاصله میگیره، از یک طرف دیگه که یکی از رسانه ها پخش کرده بود دختر افغان در سن 16 سالگی معتاد میشه، در زیر پل ها در مرکز افغانستان در کنار جمعی از مردان معتادین شب میخوابه. پیشگاه خدا چی جواب میدی؟ دختر مسلمان از آغوش خانه دور شده، معتاد شده. اینهایی که رقاصه میشن، اینهایی که معتاد میشن، اینهایی که از خانه دور میشن، اینهایی که منفور جامعه میشن، کی جواب میدهد؟ اتقوا الله، بترس از خدا رئیس جمهور، بترس از خدا، از آن روزی که یوم لا ينفع مال ولا بنون، والله قسم سرمایه تو و مال و زندگی تو به دست در حشر به درد تو نمیخوره، الا من اتى الله بقلب سلیم. بترس از روزی که فاذا جاءت طامه الكبراس، بترس از روزی که فاذا جاءت الصاخه آمده است، بترس. ما چی رئیس وزیر اطلاعات فرهنگ مخاطب کنیم؟ وزیر اطلاعات فرهنگ زیر اثر توست. اینهایی که در افغانستان میآیند مردم را قتل عام میکنند، اینهایی که امروز در افغانستان جهاد میکنند، ملت افغانستان را از دیدگاه رسانه میبینند. چهار تا رقاصه و بالاخره در افغانستان آمده، چهار انسان فاسق و فاسقه آمده در افغانستان. امروز رسانه های افغانستان به خارج از افغانستان نمایندگی از کل افغانستان میکنه، خارج از افغانستان فکر میکنن که کل ملت افغانستان رقاصه شده و کل ملت افغانستان بالاخره به رقص و پایکوبی رو آورده، به بیهجابی و برهنگی رو آورده. بترس از خدا رئیس جمهور، بترس از خدا، بترس از روزی که در آن روز یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبتی و بنی، بترس از آن روز، بترس از آن روزی که یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم. بترس از خدا رئیس جمهور، بترس از خدا، از این بیشتر در افغانستان فساد ترویج نده. والله قسم هر گوشه فساد باشه، اینها همه به حکم توست، به فرمان توست، چون تو میتوانی که پیش روی اطلاعات فرهنگر بگیری، میتوانی که وزیر اطلاعات فرهنگر انسان مؤمن و مسلمان و متدین تعیین بکنی، میتوانی بیایی به صفحه تلویزیون پیش روی این رسانه های لجام گسیختر بگیری، ولی چرا نمیگیری؟ چرا فرمان صادر نمی کنی؟ چرا قانون شکنی می کنی؟ قانون خدا و پیامبر رو می شکنی؟ چرا قانون اساسی کشور رو عمل نمی کنی؟ به هر حال توصیه من برای توست، تو کسی که جز این فردی از افراد این کشوری، امروز فقط اسم تو شده رئیس جمهور، من وظیفه و مسئولیت دارم که تو را متوجه بسازم. زباغ رعیت ملک اگر خورد سیبی، برابرن غلامانش درخت از بیخ، به نیمی بیزه که سلطان ستم روا دارد، زنن لشکریانش هزار مور در سیب. والله قسم رئیس جمهور اصلاح بشه، زیر دستانش اصلاح میشن. والله قسم رئیس جمهور از خدا بترسه، زیر دستان از خدا میترسن. والله قسم رئیس جمهور اگر ارتباط با الله برقرار کنه، زیر دستانش همه اصلاح میشن. مهمترین اینه که تو قلبی نسبت به همه مسئولین، اگر تو صالح شدی همه صالح میشن، اگر فاسد شدی همه فاسد میشن، همه ارتباط، آبادی افغانستان به تو نگاه میکنه و خرابی افغانستان هم به تو نگاه میکنه. دعونی من کلام